فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشه. آقای ندیمی، روزهاست که جبهه‌ای که درگیرند نیروهای روسیه و اوکراین شرقه و خیلی حیثیتی شده برای روسیه جنگیدن در این جبهه. چرا اینقدر براش مهمه و درگیری‌ها دقیقاً چه شکلی داره؟ بله، کلاً جنگ اوکراین به یک جنگ بین اراده ها تبدیل شده. از یک طرف روسیه داره سعی میکنه بالاخره در جبهه شرق همونطور که فرمودین یک پیروزی قابل توجه به دست بیاره و بتونه حداقل منطقه کل منطقه لوهانسک رو تصرف خودش در بیاره، ولی در شهر سویادونتسک با وجود موفقیت هایی که داشته در این حدود 10 روز اخیر، ولی همچنان اوکراینی ها به شدت دارن مقاومت میکنن و مناطق مختلف شهر داره دست به دست میشه. یعنی اینکه میشه گفت در اون منطقه حداقل جنگ واقعا فرسایشی شده، به شدت دارن به وسیله توپخانه همدیگر رو میکوبن. البته این وضعیت توپخانه به وضع هوا هم بستگی داره، اگر هوا سرعت باد، سمت باد هم مناسب نباشه، مقدار روی کارایی توپخانه تاثیر میذاره. ولی به نظر میرسه که این جنگ در شرق، ما شاهد یک تحول قابل توجهی حداقل در این هفته های آینده نباشیم. روسا دارن سعی میکنن نیروهاشون رو بیشتر بکنن، با اطمینان بیشتری هم داشتن انجام بدن، ولی خب از طرف دیگه می‌بینیم که اوکراین همچنان خطوط پشتیبانیش رو ادامه داده. در سمت شمال تحرکاتی در مناطقی که مدت‌ها پیش روسا خارج شده بودن مثل چرنیهیف و سومی، می‌بینیم که باز حدود 3 گردان رزمیشون اونجا متمرکز کردن، شاید بخوان اقداماتی اونجا انجام بدن. ولی از طرف دیگه اوکراینی‌ها در منطقه خرسون دارن، در جنوب دارن یک پیشروی‌های انجام میدن و در سمت دریای سیاه مدعی هستن که ناوگان دریای سیاه روسیه رو تا 100 کیلومتر عقب زدن. بنابراین می‌بینیم که این جنگ داره تبدیل میشه به یک جنگ خیلی طولانی و از طرف دیگه روسیه داره اطلاعات خودش رو مرتب داره مرور میکنه، تجدید میکنه تا ببینه بالاخره این اوکراینی از چه مسیرهایی دارن تجهیزاتشون رو به دست بیارن که بتونه اونها رو از بین ببره. جنگ سختی و حالا اینا میخواد داشت. سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و نظامی از واشنگتن با ما همراه بودید.